خب میخوایم چند تا مثال حل کنیم که این مفهوم ست و علاوه دیکشنری چون تقریبا یه چیزی مثل سته برامون جا بیفته فرض کنید میخوایم تعداد اعداد متمایز توی یه لیست رو بشماریم فرض کنیم یک لیست داریم یک دو یک دو سه چار 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 سه خب میدونیم که یک دو سه چار باید بگه چار اگه طول نامز رو در واقع ما پرینت کنیم لن نامز چی میگه؟ میگه نه تا المان وجود داره ولی ما میدونیم متمایز ها فقط چار تا میگیم که پرینت لن در واقع ست نامز یعنی نامز رو به ست تبدیل کن داپلیکیت دا ها رو حذف کن حالا لنش رو به ما بگو که میگه چهار تا حالا میخوایم چی رو بشموریم میگه که تعداد هر عدد رو بشمور همین رو در نظر بگیریم میخوایم بگیم مثلا دو تا یک داریم دو تا دو داریم دو تا سه داریم و سه تا چهار داریم خب اینو باید چجوری انجام بدیم؟ خب اینو میتونیم با استفاده از یک حلقه انجام بدیم مثلا x این نامز و بگیم پرینت یا میتونیم آره بگیم پرینت نامز دات کاونت حالا x رو بشمر یکی بگو مثلا x مثلا اینقدر x توی x توی لیست وجوده یک دونه دو دو تا دو یک دونه دو دو تا, دو دو تا دو سه تا دو چهار تا سه در واقع سه تا چهار سه تا چهار و هی داره تکرار میکنه یه کاری که میتونیم انجام بدیم بچه اینه که اینجایی که داریم پیمایش میکنیم رو به سه تبدیل کنیم که به صورت فقط روی اعداد متمایز حرکت کنه ولی توی لیست اصلی بشماره که میگه دو تا یک داریم دو تا دو داریم دو تا سه داریم و سه تا چهار داریم خب این یک روش هست روش دیگه ای که وجود داره استفاده از دیکشنریه در واقع فرض کنید ما یک دیکشنری داریم به اسم کانت گفتیم که این اینطوری میتونیم دیکشنری تعریف کنیم یا حالا به این صورت میتونیم دیکشنری خودمون رو تعریف کنیم میگیم for x این نامز توی اعداد نامز دونه دونه حرکت کن میگیم که اگه x توی کانت وجود داشت خب بهش یه دونه اضافه کن در غیر این صورت چیکار کن بگو الان یه دونه پیدا کردم پس مقدارش رو یک بذار در نهایت پرینت کن کاونت رو حالا بیایم و این رو هم بیاریم سر جاش میگه که دو تا یک داریم دو تا دو داریم دو تا سه و سه تا چهار و شاید باورتون نشه ولی ساده تر از این هم وجود داره میگیم from collection import در واقع کاونتر یعنی کارش همینه برامون کاونت میکنه حالا میگیم پرینت کن کاونتر در واقع نامز رو میبینید با دو خط تونستیم این کار رو انجام بدیم میگه سه تا چهار داریم دو تا یک داریم دو تا دو داریم و دو تا سه داریم حالا توی این مثال آخر میخوایم چی کار کنیم میگه که مجموع اعدادی رو حساب کن که یک بار تکرار شدن خب بچه ها به سادگی ما فهمیدیم که با استفاده از این میتونیم در واقع بشماریم از هر عدد چند تا داشتیم میگیم که سی انتی رو برابر بده مثلا با کاونتر حالا پرینت میکنیم سی انتی رو میگه خب همون چیزی که توی سلول قبلی دیدیم حالا بیایم بگیم که for x in cnt در واقع if x if cnt x یعنی چند بار تکرار شده بود یک بار تکرار شده بود پرینت کن x رو در واقع هیچ عددی نیست که یک بار تکرار شده باشه حالا میایم مثلا این رو تغییر میدیم مثلا می کنیم 1 2 3 3 4 4 و 5 که باید بگه 1 و 2 3 3 و 5 8 خب 1 2 5 میگه اینها چیزایی هستند که یک بار تکرار شدن دیگه حالا ما میخوایم خویم اینها رو جمع کنیم می که توتال برابر با صفره اینجا وقتی یه دونه تکرار شده بود بگو توتال به علاوه مساوی چیشه ایکس شه و در نهایت پرینت کن توتال رو در واقع ما باید اینجا پرینت رو بیاریم سر جاش که میشه عدد هشت توی جلسه بعدی قراری که نمودار ون رو ببینیم و ببینیم کلا حالا مجموعه رو بخوایم به صورت دیاگرام یا ویژوالیزیشن نشون بدیم باید از چه چیزی استفاده کنیم